سرخط خبرها. دو ماه مانده به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دولت برای گذشتن از سد مخالفت‌ها پارلمان را موقتاً تعلیق می‌کند. بوریس جانسون می‌گوید هدفش رسیدگی هر چه سریع‌تر به مشکلات داخلی کشور است. احزاب مخالف می‌گویند این کار کودتا علیه دموکراسی است. ما باید در سیاست خارجی، در روابط خارجی از کشورهای دیگر، از کشورهای دوست استفاده بکنیم و مشکلاتمون رو کاهش بدیم. اختلاف تهران واشنگتن بر سر دیدار احتمالی روحانی و ترامپ. ایران میگوید که اول تحریم ها برداشته شود، آمریکا میگوید اول توافق کنیم. خبرهای متفاوت از مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر. بعضی منابع میگویند متن توافق نهایی شده، طالبان میگویند هنوز در حال گفتگو هستند. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که تنها دو ماه به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانده، دولت این کشور تصمیم گرفته که پارلمان را برای بیش از یک ماه معلق کند. تعلیق مجلس کار نمایندگان مخالف خروج بی توافق از اتحادیه اروپا را برای جلوگیری از این کار دشوارتر می کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که هدفش از این کار آغاز هرچه سریع‌تر اجرای برنامه‌های دولت در زمینه بهداشت، آموزش و امنیت است. اگه نگاه کنید ما داریم چه کار میکنیم، داریم برنامه تقنینی جدید مطرح میکنیم درباره جرم و جنایت، بیمارستانها، بودجه تحصیلی و برای هر دو طرف پارلمان در اون نشست تعیین کننده 7 اکتبر زمان کافی خواهد بود. زمان کافی در پارلمان برای نمایندگان که بحث کنند درباره اروپا، برگزیت و همه مسائل دیگه. زمان کافی دارند. این تصمیم نخست وزیر بریتانیا خشم رئیس مجلس، احزاب مخالف دولت و بعضی از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار را برانگیخته. خبرنگار ما بهرنگ تاجین از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن به ما پیوسته. بهرنگ، مثل یک انفجار در سیاست داخلی بریتانیا محسوب میشه. اساساً آیا نخست وزیر میتونه چنین کاری بکنه؟ اسمن نه، در واقع رسمن نه، در عمل چرا؟ چون معلق کردن پارلمان اختیار ملکه است، ولی نظام پادشاهی مشروطه به معنی اینه که ملکه اگر پیشنهاد یا درخواستی از طرف دولت مطرح بشه، اون درخواست رو اجرا میکنه و فرمان اجراش رو صادر میکنه. یعنی عملا دولت میتونه تصمیم بگیره که از ملکه بخواد و ملکه این کار رو انجام میده و پارلمان رو معلق میکنه. ببین، کاری که دولت داره میکنه اینه که پارلمان بریتانیا توی هر دوره مثلا 5 سالش چند تا دوره معمولا یک ساله داره که اول دوره با یک سخنرانی ملکه شروع میشه که تو اون سخنرانی ملکه در واقع دولت میاد میگه که چه لوایحی رو میخواد به مجلس بیاره و در طول یک سال بعدش چی کار بکنه. برای اینکه این کار اتفاق بیفته، برای اینکه این نشست فعلی مجلس تموم بشه و نشست بعدی شروع بشه، معمولا برای 4-5 روز یه هفته مجلس رو معلق می‌کردن. اما دولت بوریس جانسون تصمیم گرفته این بار، امروز نه، دو هفته دیگه پارلمان رو برای 5 هفته، برای بیشتر از یه ماه معلق کنه تا بعدش با یک سخنرانی ملکه نشست جدید رو شروع کنه. نکته داستان اینه که اگرچه دولت میگه که من هدفم اینه که هرچه سریعتر به برنامه‌ام برای مثلا حل مشکلات آموزش و بهداشت و درمان و غیره رو شروع کنم، ولی واقعیت اینه که احزاب مخالف و نماینده‌های مخالف خروج بی توافق از اتحادیه اروپا احساس میکنن که هدف دولت اینه که اختیار و امکان جلوگیری از خروج بی توافق رو از نماینده ها بگیره، چون اونا دیگه وقت کافی برای مثلا تصویب یک قانونی برای جلوگیری از این کار رو ندارن. بهرنگ، نمایندگان مجلس هیچ ابزار قانونی دارن که بتونن جلوی این تصمیم نخست وزیر وایسن؟ یه خورده سخت، احتمالا از استادای حقوق اساسی بریتانیا هم بپرسین جوابای متفاوتی بهتون میدن. منم واقعیتش خیلی
با اطمینان خاطر نمیتونم بگم آره یا نه. مسئله اینه که اگه نماینده ها ببین سه شنبه قرار مجلس برگرده، فعلا تعطیلات تابستونیه، تا یک هفته قرار مجلس نشست داشته باشه، اگه تو اون یه هفته نماینده ها بتونن یه جوری یک قانونی رو تصویب کنن که مثلا دولت اجازه نداره بریتانیا رو بی توافق از اتحادیه اروپا بیاره بیرون یا باید چنین کنه و چنان کنه، خب میتونن جلوشو بگیرن. اگر نه، وقتی که مجلس برگرده یه هفته دو هفته درست قبل از موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اون موقع هم میتونن مثلا یه همچین تلاشی بکنن. ولی مثلا اینکه وقت انقدر تنگه که کار سخته، به همین خاطره که معذرت میخوام، یکی از رهبران حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، اومده گفته این یک کودتای بریتانیاییه، به خاطر اینکه دولت هدفش اینه که تو این موعد تعیین کننده جلوی ابراز نظر نماینده های مجلس رو بگیره. ولی خب دولت میگه که فقط از اختیارات قانونیش استفاده کرده. بهرنگ، این تصمیم ممکنه که تبعات اجتماعی داشته باشه. مثلا من میدیدم که عده‌ای از مخالفان خروج از اتحادیه اروپا درخواست راهپیمایی عصر امروز کردند. میتونه داشته باشه، ولی مسئله اینه که ببین یه نکته رو فراموش نکنیم، سر 51-49ش بحث نیست. مسئله اینه که به هر حال جامعه بریتانیا دوپاره است، نصفی با خروج از اتحادیه اروپا موافقن، نصفی مخالف، و بخش اعظم اونایی که با خروج موافقن با خروج بی توافق هم موافقن. در نتیجه اگر مخالفان این تصمیم بخوان به خیابون بیان، هیچ تعجب نکنید که موافقانش هم تصمیم بگیرن به خیابون بیان، و در نتیجه بعید چیزی در خیابون حل بشه. مثلا این که باید توی مجلس حل بشه این مسئله، و فعلا توی این شطرنج کاری که دولت کرده اینه که یه جورایی نماینده ها رو داره آچمز میکنه. متشکرم بهرنگ تاجدین. به نظر میاد که خبرنگارها هم تا حدودی آچمز شدند و بسیار گیج کننده است مباحث حقوقی مربوط به این تصمیم نخست وزیر بریتانیا. ممنون از بهرنگ. رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفته که ایران باید با دنیا حرف بزند و تعامل کند. قدرت اصلی ما در داخل هست، این روشنه. سرمایه های اصلی ما در داخل هست، اما معنیش این نیست که چشممون رو به روی خارج ببندیم، با اونها حرف نزنیم، با اونها مراوده نداشته باشیم، مشارکت نداشته باشیم. حسن روحانی همچنین تاکید کرده که ایران باید بتواند از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آنها استفاده کند. او دیروز گفته بود حاضر است برای منافع ملی با هر کسی گفتگو کند، اما در پی استقبال دونالد ترامپ برای ملاقات با رئیس جمهوری ایران، روحانی چنین ملاقاتی را رد کرد. او هر گونه تغییر در رابطه دو کشور را به لغو پیشاپیش تحریم ها موکول کرده. حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، امکان مذاکره میان این کشور و آمریکا را در شرایط فعلی ضعیف دانسته و گفته مذاکره در شرایط کنونی امتیازی برای دولت محسوب نمی شود. آقای فلاحت پیشه گفته دیپلماسی رسمی ایران عملا توانسته فشارهایی به آمریکا وارد کند. به گفته این نماینده مجلس، دونالد ترامپ به دنبال یک حریف ضعیف است و الگوی او مدل مذاکره با کره شمالی. همزمان مقام‌های آمریکایی برای گفتگوی رئیس جمهوری این کشور با حسن روحانی شرط و شروط گذاشتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که رهبر ایران مشغول فعالیت‌های انقلابی است، گفتگو و توافق با ایران ممکن نیست. جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید هم گفته هیچ تحریمی لغو نمی‌شود تا زمانی که با ایران به یک توافق جامع جدید برسیم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که انتظار دارد یکی از نتایج توافق بین آمریکا و گروه طالبان برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان باشد. در همین حال از قطر، محل مذاکرات، خبر می‌رسد که دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. دولت آمریکا حدود 10 ماه گذشته را مشغول مذاکره با طالبان برای رسیدن به یک توافق صلح با این گروه بوده. علی حسینی از کابل با ماست. علی، چندین هفته است که ما در خبرها دائم میشنویم که آمریکا و طالبان دارن نزدیک میشن به رسیدن به توافق صلح. آیا این بار واقعا نزدیک شدن از دید تو؟ دو طرف که اینطور میگن که نزدیک شدن، و بعضی خبرها هم شب گذشته منابعی به بی بی سی گفتن که
توافق نهایی شده و دو طرف در حال تطبیق نسخه های توافقنامه هستند با هم، نسخه انگلیسی، دری و همچنین پشتو، و در عین حال گفتن که به خاطر که این سه نسخه هر کدومش میتونه یک نسخه اصلی باشه، چه نسخه انگلیسی، چه نسخه فارسی و چه نسخه پشتو، هر کدومش میتونه نسخه اصلی باشه، به همین خاطر هیچ تفاوتی نباید بین این سه تا نسخه باشه. اگر اینطور باشه و به نظر میاد که خیلی نزدیک شدن به یک توافق نهایی، و همچنین خبرهایی بود که گویا زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات قرار است امروز به کابل بیاید تا از نتایج این دور به دولت افغانستان جزئیاتش را ارائه کند، چیزی که امروز هم سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که طی یک دو روز آینده زلمه خلیلزاد به کابل میاد تا از جزئیات دور نهم این مذاکرات به دولت افغانستان اطلاعات دقیق بده. اگر که نهایی بشه این توافق، بعدش قرار چه اتفاقی بیفته؟ خب دولت افغانستان همانطور که چند دقیقه پیش سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته، انتظار ویژه‌ای داره که یکی از نتایج این توافق ای باشه که طالبان آتش بس دائمی اعلان کنن، آتش بس اعلان کنن و بگن که حاضر هستن با دولت افغانستان وارد مذاکرات و گفتگوهای مستقیم و رو در رو بشن. اما اگر این توافق نهایی بشه، بدون به احتمال خیلی زیاد زلمه خلیلزاد سفری به کابل خواهد داشت، گفته شده که گویا به اسلام آباد هم میره و بعدش هم به ایالات متحده آمریکا میره تا این کشورها را از جزئیات توافقنامه اطلاع بده و بعد دوباره برمیگرده به دوحه قطر تا امضا این توافق امضا بشه. گرچه چهار موضوع بوده، ولی فعلا به نظر میرسه که بحث بر سر همان دو موضوع اصلی که طالبان میگن بوده، یکی اینکه پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان و دیگه اینکه طالبان تصمیم میتن که نمیگذارن که خاک افغانستان علیه آمریکا و همپیمانانش تهدید صورت بگیره. دو موضوع دیگر هم هست، یکی گفتگوهای بین الافغانی و همچنین آتش بس که طالبان گفتن این دو موضوع را با گروه با آمریکا صحبت نمی‌کنن و با خود افغان‌ها در میان می‌گذارند. علی، واکنش دولت چه بوده؟ واکنش دولت را به یک در طی تمام این مذاکرات استقبال کردن از مذاکرات نه دور مذاکرات قطر که در طی حدود 10 ماه گذشته صورت گرفته استقبال کرد، اما گفته که حرف اصلی و گپ اصلی این است که این مذاکرات ختم بشه به گفتگوهای بین الافغانی، یعنی این مذاکرات باید نتیجهش این باشه که طالبان حاضر باشن پشت میز مذاکره بشینن که دولت افغانستان پشت آن نشسته. طالبان اما چی گفته؟ گفته حاضر نیستن مستقیما با نمایندگان دولت افغانستان به عنوان نماینده این دولت مذاکره و گفتگو کنن، میشن دور گفتگوهای بین افغانی هم که صورت میگیره به عنوان یک طرف از یک نماینده از افغانستان میتونن با وارد این گفتگوهای بین افغانی بشن. متشکرم علی حسینی، خبرنگار ما از کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. دو ماه مانده به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دولت تصمیم گرفته پارلمان را برای بیش از یک ماه معلق کند. رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفته که ایران باید با دنیا حرف بزند و تعامل داشته باشد. در ادامه برنامه، درخواست عفو بین الملل از دولت ایران درباره ناپدید شدگان سال 67. سازمان عفو بین الملل از دولت ایران انتقاد کرده که حاضر نیست در مورد ناپدید شدگان قهری سال 1367 تحقیق کند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ایران در تابستان آن سال به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام شدند. این زندانیان از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های سیاسی چپ بودند. اعدام آنها را مدت‌ها بعد به خانواده‌هایشان اطلاع دادند، اما محل دفن آنها هنوز هم برای خانواده‌ها روشن نیست. جیار گل گزارش می‌دهد. فعالان حقوق بشر اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 را جراحتی عمیق و چرکین بر تاریخ معاصر ایران می‌دانند. اما جمهوری اسلامی آن را پاکسازی ضروری برای تثبیت نظام می‌خواند. با اینکه بچه بودم حتی بازم درک می‌کردم که مادر بزرگ من با یه غمی منو نگاه می‌کنه. واقعاً سنگینی اون غم رو حتی منم احساس می‌کردم. همه ما عاشقانه دوستش داشتیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که یک زمانی بتونم تحمل کنم نبودشو.
الان 30 سال میگذره، 31 سال میگذره، ولی هنوز هم فکر میکنم که بخشی از وجودمه. داستان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 داستان پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزندانی است که هنوز منتظر نشانی از عزیزانشان هستند. آنان حتی از داشتن سنگ قبری ساده محرومند. ما سنتاً چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ عرف اجتماعی آدم خب دوست داره، بالاخره یعنی میخواد که بدن عزیزش رو بگیره و خودش دفن کنه و خلاصه گورش رو بدونه کجاست. از این بابت خیلی با آدم فشار میاد، خیلی سخته. در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی با فتوای آیت الله خمینی در عرض چند دقیقه محاکمه و به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. آنان در گروه‌های دست جمعی و مخفیانه دفن شدند. عفو بین الملل میگوید بیش از 30 گور دست جمعی در سراسر ایران وجود دارد. مادرم یک ماه دنبال اینا تو تمام زندان ها میگشت. بعد از یک ماه برگشت بابول که همین مثلا اواخر مرداد بود، گفتش که من پسرام نیستن، شما به من گفتین این زندان هستن، سریع ملاقات بدیم، من نمیتونم، من دیگه تحمل ندارم، من مادرم آخه. ما باید پاسخ بدیم. برای رهبران جمهوری اسلامی آنون دشمنان قسم خورده بودن. وقتی جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا توی دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدم پرونده خوب بسته شد، خب بله این قوه قضاییه امروز هم شاید خیلی ضعف داشته باشه یا جا اشتباه کرده باشه. این حرفا چیه الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضن هی گفتم آقا تاریخ تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دو تن از اعضای کمیته‌ای بودند که حکم اعدام هزاران زندانی را در دهه 60 صادر کردند، کمیته‌ای که به هیئت مرگ شهرت دارند. ژیورگل، بی بی سی. منیره برادران نویسنده و فعال حقوق بشر از فرانکفورت آلمان با ماست. خانم برادران در دهه 60 بیش از 9 سال زندانی بودند و برادرشون در این دهه اعدام شده. خانم برادران، میشه به عنوان خیلی کوتاه از تجربه شخصیتون و برادرتون به ما بگید؟ ببینید من سال 60 دستگیر شدم و همچنین برادرم دستگیر شده، همزمان دستگیر شدیم. برادرم رو در مهر دستگیر شدیم، در آذر همون سال، یعنی بعد 40 روز بعد از دستگیریمون اعدام کردن. و این سال 60 هم در اعدام ها در هفته دو بار، هر بار که چون پشت بند ما صورت میگرفت ما میتونستیم صدای رگبار و تکلیف رو بشماریم، یعنی بشنویم و بشماریم، حدود 80 مثلا 100 اعدامی بود. یعنی میخوام بگم که دقیقا این اعدام ها در یک ابعاد بسیار گسترده ای از همون سال 60 شروع شد تا 63 ادامه داشت و همچنین و سال 67 تابستون 67 اوج این اعدام ها بود و هم به خاطر بسیار گستردگی تعداد که اعدام شدن در همون تابستون 4000 به عبارتی 5000 نفر اعدام شدن در اون تابستون و اینا کسایی بودن که حکم داشتن، قبلا محکوم شدن در همون دادگاه های انقلاب که در قطعی محاکمات هم که حالا گفته شده، من خیلی کوتاه بگم که دادگاه‌هایی که خود منم دوبار تجربه کردم یک چیز حدود چند دقیقه، گاهی دو دقیقه، 5 دقیقه صورت می‌گیره، کیفر خاص معینی وجود نداشت، وکیلی وجود نداشت، قاضی داستان قاضی بود و فقط حکمی داد، امکانش دفاعی نبود، هیچ مدرک جرمی وجود نداشت. و ولی به رغم همه اینها کسایی که در اون تابستون 67 اعدام شدن، همه اینها در همین دادگاه‌های به اصطلاح بی دادگاه بخوام بگم به حکم زندان گرفته بودن، حبس گرفته بودن و خیلی از اینها حتی حبسشون تموم شده بود، یعنی زمانش که در زندان گذرانده بودن پایان رسیده بود، باید آزاد میشدن و در یک ناباوری کامل همه اینا تابستون 67 اعدام شدن. شما چطور با خبر شدین که برادرتون هم جزو اعدام شده هست؟ نه، برادر من همون که گفتم در اون مهر 60 اعدام شد، ولی در اون سال 67 من در یک از بندهای اوین بودم که از حوالی 4 مرداد، یعنی چند روز بعد از پایان پزش قطعنامه 598 بود از طرف دولت ایران، قطعنامه که به اصطلاح جنگ با عراق پایان میداد و این
به یک بار اعلام شد که دیگر ما ملاقات نخواهیم داشت. ملاقات ها قطع شد، دیگه روزنامه بود به زندان نمیمد، تمام اعتقادات ما با دنیای بیرون قطع شد و تلویزیون ها رو بردن و بعد اون وقت شروع کردن به اینه که ببرن. یعنی من یادم میاد که مثلا فکرم 6 مرداد بود که اول سری از بنده ما رو بردن، 3 نفر بودن از زندان مجاهد و در یه ناباوری اینا رو ما بدرقه کردیم، رفتن و دیگه برنگشتن و همینجوری در روزهای بعدی کسای دیگه رو بردن و در یک، یعنی میدونستیم که یه چیز اتفاق میفته ولی اینکه چه چیزی اتفاق میفته اصلا ناروشن بود و باور نکردنی بود دقیقا. و بعدم که ما ملاقات ها شروع شد از اواخر مهر از آبان، اون موقع از طریق ملاقات ها فهمیدیم، یعنی کسایی که خانده که مراجعه میکردن در ملاقات ها به تعدادی میگفتن که باید بریم به فلان کمیته و اونجا به شما خبر میدن و اونجا میرفتن ساک و وسیله که به هر روز زندان داشتن تغییر میدادن و این به معنای این بود که زندانشون اعدام شده. و ما از طریق این ملاقات ها هر بار که در اون موقع 2 هفته بار بود از ابعاد این اعدام مطلع می شدیم و از بند ما کسایی که بردن، اینم بگم که اون زنهایی که بودن از بند ما دیگه بر نگشتن و همچنین از بندهای دیگه زنانی رو اعدام کردن، همه زنان مجاهد رو. و الان این روزایی که ما درش هستیم، یعنی شهریور، زمانی هستش که اعدام چپا شروع میشه و چپای زیاد اعدام میکنن که اینها، و اینم بگم که دقیقا اون چیز که اینا میبرن دادگاه هم نبوده، یه هیئت که از طرف خمینی این هیئت برگزیده میشه و همچنین در گزارش اشاره شد کسایی هم که در مصدر کار هستن و چپا و همچنین مجاهدین و بیرون چپا دقیقا فقط به خاطر عقیدهشون به خاطر اعتقاد. متشکرم از شما منیره برادران، نویسنده و فعال حقوق بشر با ما. حکم اعدام حمید درخشنده به جرم قتل امام جمعه کازرون در ملأ عام اجرا شد. پلیس کازرون اوایل خرداد ماه اعلام کرد که به محمد خرسند امام جمعه این شهر مقابل خانه‌اش حمله شده. او که از ناحیه سینه با ضربات چاقو زخمی شده بود، پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. فرد مهاجم در روزهای منتهی به حادثه با لباس تعزیه و سوار بر اسب در شهر می‌گشت. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران بارها از صدور احکام اعدام و اجرای آنها در ملأ عام انتقاد کردند. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران با وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او در پرونده قتل همسرش میترا استاد مجرم شناخته شده بود، اما خانواده خانم استاد از قصاص صرف نظر کردند. وکیل آقای نجفی میگوید که این قتل را شبه عمد میداند و موکلش به علت کسالت با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شده. آقای نجفی اوایل خرداد ماه با معرفی خود به پلیس به قتل میترا استاد اعتراف کرده بود. پیشروی ارتش سوریه به سوی شهر ادلب با پشتیبانی هوایی روسیه همچنان ادامه دارد. منابع نزدیک به مخالفان سوری میگویند اطراف یکی از مقرهای دیدبانی ارتش ترکیه در ادلب هم بمباران شده و احتمالاً این بمباران کار هواپیماهای روسیه بوده. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه همین دیروز در مسکو بود و نسبت به در خطر قرار گرفتن نیروهای کشورش در سوریه هشدار داد. مرتضی فرهمند نگاهی دارد به سفر رجب طیب اردوغان به مسکو. پولشو تو میدی؟ بله، شما مهمونیم. این بستنی به نظر میرسد تنها چیزی باشد که پوتین به اردوغان داد. اردوغان آمده بود ادلب را از پوتین بگیرد، نه بستنی قیفی. اعتراض اردوغان به پیشروی ارتش سوریه به سوی ادلب است. استانی که قرار بود جنگ در آن متوقف شود، اما ارتش سوریه در اعتراض به اینکه وابستگان القاعده با پشتیبانی ترکیه قدرت را در ادلب به دست گرفته‌اند، شروع به پیشروی به سوی ادلب کرد. همین چند روز پیش شهر خان شیخون را در جنوب ادلب گرفت. geçen sene Sayın Putin'le çok hassas bir dönemde سپتامبر گذشته با توافقی در سوچی توانستیم آرامش نسبی به ادلب بازگردانیم. اما از 3 ماه پیش نیروهای دولتی سوریه با حمله به غیرنظامیان صلح و آرامشی را که ما در ادلب برقرار کرده بودیم از بین بردند.
به نظر میرسد نهایت توافقی که در مسکو میان اردوغان و پوتین صورت گرفت حفظ وضعیت موجود در ادلب باشد. شهر ادلب در آرامش و امن و امان است، اما در اطراف آن جنگ قدرت در جریان. حفظ وضع موجود یعنی ادامه پیشروی ارتش سوریه به سوی ادلب تا اینکه سه هفته دیگر بار دیگر پوتین و اردوغان در آنکارا دور هم بنشینند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. وزیر علوم و فناوری پاکستان میگوید که نخست وزیر این کشور در نظر دارد به طور کامل مرز پاکستان را به روی هند ببندد. فواد حسین چودری در صفحه توییترش نوشته که موضوع مسدود کردن مسیر تجارت هند با افغانستان هم به کابینه سپرده شده و موارد قانونی اش در حال بررسی است. تنش جدید میان دهلی نو و اسلام آباد اخیراً افزایش یافته. این تنش از آنجا آغاز شد که دولت هند خودمختاری و امتیازات ویژه جامو و کشمیر را پس از 70 سال لغو کرد. گرفتن و فروش بچه فیل‌های آفریقایی به باغ وحش‌ها به شکلی تقریبا فراگیر ممنوع شد. دولت‌های جهان در نشستی در ژنو توافق کرده‌اند قوانین در این باره سخت‌گیرانه‌تر شود. حامیان حیات وحش و محیط زیست امیدوارند این تصمیم گونه‌های در خطر انقراض را حفظ کند. گزارشی ببینیم از تیم آلمن. بزرگترین حیوانات روی زمینند، ولی نژادشان در خطر انقراض است. برآورد می‌شود از این فیل‌های آفریقایی فقط چند هزار در حیات وحش باقی مانده باشد. حالا دیگر فروش بچه فیل به باغ وحش‌های سرتاسر جهان ممنوع شده. گروه‌های حامی حفظ حیات وحش می‌گویند که وقتش بود. اگه تصور کنین چه اتفاقی می‌افته وقتی یه فیل جوان رو از خانواده‌اش در حیات وحش می‌گیرن و به یک کشور دیگه می‌فرستن تا بقیه عمرش رو در محیطی بیگانه از زیستگاهش زندگی کنه، فکر کنم اغلب مردم این کارو درست ندونن. اغلب مردم، ولی نه همه. زیمبابوه که بزرگترین صادرکننده فیل است مخالف این ممنوعیت رأی داد. همچنین آمریکا. اتحادیه اروپا هم تا روز رأی‌گیری حاضر نشده بود از این ممنوعیت حمایت کند. تا وقتی که تضمین شد همچنان میتوان فیل‌ها را از باغ وحشی به باغ وحشی دیگر منتقل کرد. این قطعاً یک پیروزیه. هدف اینه که فیل‌ها رو در جای نگه داریم که بهش تعلق دارن. ولی دلسرد کننده بود که لازم شد از اصل پیشنهاد کوتاه بیایم و راه‌های دور زدن ایجاد شد. چیزی که باید مراقبش باشیم. در بعضی موارد استثنایی اجازه خرید و فروش بچه فیل‌ها داده می‌شود. آن هم فقط با تایید نهادهای بین‌المللی. پس ممنوعیت کاملی نیست، ولی آن را یک پیروزی عمده در تلاش برای حفظ فیل‌های آفریقایی دانستند. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. ببینید بخش خبری، ممنون که با ما هستید.